تیم های ملی ایالات متحده آمریکا و ایران در حالی برای دومین بار در جام جهانی فوتبال در برابر یکدیگر سفارایی می کنند که دولت هاشون از سال 1980 میلادی به این طرف از روابط دیپلماتیک برخوردار نیستند. همکارم رامش راسخ نگاهی داره به این موضوع. در پی مراسم قرعه کشی روز جمعه گذشته برای تعیین گروه های مختلف تیم های شرکت کننده در مرحله نهایی جام جهانی فوتبال 2022 قطر تیم‌های ملی آمریکا و ایران در گروه B قرار گرفتند. آمریکا توجه شماری از ناظران را به خود جلب کرده است. دراگان سکوچیچ سرمربی ملی پوشان ایران که اهل کرواسی است میگوید او یک فرد سیاسی نیست و تمرکزش بر فوتبال است. امید بر این است که مسابقه امسال آمریکا ایران همانند مساف دو تیم در جام جهانی 1998 فرانسه از آرامش بهرهمند باشد. پیش از آغاز آن مسابقه بازیکنان ایرانی گلهای سفید به رقیبان آمریکاییشان اهدا کردند. ایران نهایتاً با نتیجه دو بر یک پیروز شد. بسیاری از رسانه ها از آن مسابقه با عنوان مادر همه بازی ها یاد کردند و امسال نیز برخی رویارویی دوباره آمریکا و ایران در جام جهانی را مادر همه بازی ها قسمت دوم نامیدند. سرمربی تیم ملی آمریکا نیز گفت 24 سال از 1998 سپری شده و حتی بیشتر از سالهای 1970 گذشته و هر دو کشور از آن زمان شدیدن دچار تغییر و تحول بودند. گریگ برهالتر افزود که مسابقه دو تیم در زمینه فوتبال است و بس و بهترین علامت دوستی این است که دو تیم با روحیه ورزشی به رقابتی سخت دست بزنند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به بخش فارسی صدای آمریکا گفت در انتظار بازی با ایران در قطر هستیم جایی که زنان هم اجازه خواهند داشت مسابقات فوتبال را ببینند کنایه از ممانعت حکومت ایران از حضور بانوان در استادیوم های فوتبال در این حال انگلستان نیز در جام جهانی پیشرو با ایران هم گروه است ضمن اینکه دولت های انگلستان و جمهوری اسلامی به نوبه خود روابطی تنشامیز را تجربه کردند همگروهی ایران، آمریکا و انگلستان موجب شده که رسانه ها از گروه دوم رقابت ها با عنوان گروه سیاسی یا گروه دیپلماسی یاد کنند. مرحله نهایی جام جهانی قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر امسال برگزار می شود. این نخستین بار در تاریخ است که این بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک کشور خاورمیانه انجام میگیرد. رامش راسخ صد آمریکا